همانطور که در ابتدای برنامه هم خدمتون اعلام کردم، امروز در خدمت آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک هستم تا درباره پیروزی انقلاب مردم مصر و اثرات اون در منطقه با ایشون گفتگویی داشته باشم. با سلام به شما آقای خزائی، ممنونم که دوباره وقتتون رو در اختیارم قرار دادید تا در خدمتتون باشم. به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید. منم خیلی خوشحالم خانم غفاری که فرصتی پیش اومد دوباره با هم دیگه هم صحبت بشیم و به شما و تصدرکنان رادیوتون درود میفرستم. متشکرم. آقای خزائی، بعد از هفته ها تحسن و تظاهرات اعتراضی، بالاخره مردم مصر موفق شدن به خواستشون برسن که البته جای تبریک بسیار داره. ولی جناب خزائی، بفرمایید برای ما که چرا مردم دولتی رو که در جریان یک انتخابات آزاد سر کار آورده بودن سرنگون کردن؟ ببینید، این کشورهای خاورمیانه، مثلا این تمدن‌های قدیمی توی آسیا و جاهای دیگه غیر از غرب، متاسفانه مشکل تاریخی روند دموکراسی داریم. از تمام این تمدن‌های بسیار باستانی که قدیمی‌ترینشون بین النهرین 7000 سال، بعد چین، بعد مصر، بعد ایران، بعد جاهای دیگر از کلدس، آشوره، متاسفانه جز هندوستان که واقعا یک دموکراسی نهادینه شدن داره، یک تمدن قدیمی 6000 ساله اندس ولی، بقیه در جا میزنن، نهادها جا نیفتاده و به دلیل دیکتاتوری های قبلی مثل دیکتاتوری شاهان سابق ایران، دیکتاتوری های خدیف مصر، نمیدونم پادشاهان عراق و دیکتاتوری های دیگه منطقه و حافظ اسد و قذافی و دیگه همه این دیکتاتوری های طولانی، این کشورهای تمدن باستانی دار متاسفانه نهاد دموکراتیک ندارن، مثلا حزب سیاسی ندارن. مثلا شما ببینید توی نروژ همچنان 150مین سالگرد تشکیل حزب سوسیال دموکرات رو جشن گرفتن. 150 ساله که حزب و روح چیز هست. متاسفانه توی این کشورها چون نیست، اگر هم انتخاباتی میشه، حالا علی‌رغم انتخابات کامل نیست، اونم انتخاباتی که درست بعد از انقلاب مصر درست شد و اون بلندشوی که شما خودتون در جریان هستید و اون همه غیر چیزهای نامنظم، مردم گیج بودن، بلافاصله اونایی که سازمان داشتن مثل اسلامی ها و اخوان مسلمین و سلفیست ها که مسجد و دم و دستگاه و پولی نداشتن، اونا درست هم برها در اون مرحله که مردم واقعا گیج انقلاب بودن، خب رأی بیارن. اما این دلیل نمیشه که کسی که رأی آورد اما بعدها این رأی و مردم رو به میانت کرد بشه رغم نگذاشت و به جای اینکه نهادهای دموکراتیک رو درست کنه، به جای اینکه کثرت‌گرایی رو جا بندازه در جامعه های چند هزار ساله دیکتاتوری زده، بشه مثلا همه کارش رو تایید کرد. شما حتما میدونید که در زمان قبل از جنگ ملل دوم هم آدولف هیتلر به طریق دموکراتیک وارد رایشتاگ شد، مجلس آلمان، اما به زودی خیانت کرد، به زودی بقیه اعصاب خلق هم کرد و با یک آتش سوزی که خودش ترتیب داده بود تو مجلس رایشتاگ بهانه کرد همه نیروهای چپ مترقی و غیر ناسیونال سوسیالیست و خلاصه بیرون کرد و قتل عام کرد یا گرفت و زندانی کرد و خودش یک حکومت تک‌قطبی درست کرد. من فکر می‌کنم متأسفانه به دلیل همین چیزایی که براتون گفتم، نبود سازمان‌ها و بنیادهای دموکراتیک، این دموکراسی‌ها خوب جا نمیفتن واقعا. ببینید اینکه این واقعیت تاریخی است که یک سازمان اسلامی مترقی مثل مجاهدین خلق ندارن این کشورها که پادزهر بنیادگرایی بشه، که مثل همون سخنرانی آقای مسعود رجبی توی هم جنگیه بگید که مگه میخوایم ما لعنت بشیم، ما و هم راه مصدق ما، درسته که مسلمانیم ولی ما حکومت دینی نمیخوایم و اون جدایی مطلقی که در قوم بعد از اون جلسه که مسعود و یارانش داشتن موسا و خمینی گفتن نه حکومت اسلامی نه، بعد اونجا غرق کردن و اومدن بیرون، و اینا نداریم ما در کشورهای دیکتاتوری زده که حافظ اسد بوده، نمیدونم قذافی بوده، عبدالله صالح بوده، نمیدونم حکومت های دیگه شون، حکومت خدیو مصر بوده، مبارک بوده، اینها متاسفانه وقتی که میرن یک خلای بزرگ ایجاد میشه و این خلای بزرگ یه سری موج سوار میگیرن. این حزب اخوان مسلمین واقعا یک حزب موج سواره،
تاریخش رو من خوب میدونم از زبان حسن البنا. اینا درسته که زمانی مخالفت میکنن، ولی سر بزنگاهی همه با دولت ها و سیستم های دیکتاتوری در مصر سازش میکردن. یک زمانی با خدیب مصر مشکل داشتن سازش کردن، بعد با عبدالناصر مشکل داشتن سازش کردن، بعد همینجوری بیایم به حکومت جدید و مبارک که حتی توی مجلس را پیدا کرده بودن، مجلس خود حکومت دیکتاتوری مصر. و در انقلاب هم شما واقعا میشه گواهی همه بدیم که اینا اصلا کاری نکردن تو انقلاب. انقلاب مردم جوان ها توی میدان تحریر درست کردن با تویتر و با فیسبوک اینا، و اول گفتن 200 نفر جمع میشن، اینا بیدن 1000 نفر شد، بعد دو بعد 10000، و یک دفعه این آخونده و آخوند منش ها و این احزاب اسلامی موج سوار شدن. و چون متاسفانه همه رو قطع عام کرده بودن و فقط اینا رو نگه داشته بودن، خب اینا سازمان داشتن همون بلایی که سر انقلاب بهمن خودمون اومد اگه تو باشه، تمام نیروهای مترقی یا تارمار شده بودن یا رهبرانشون اعدام شده بودن یا زندان بودن، مثل مجاهدین، نیروهای چپ، مصدقی ها که همه پاشیده بودن. خب کی اومد و رو بود آن انقلاب رو؟ خمینی با دم و دستگاه آخوندیش و سوار شدن بر موج ناآگاهی مردم و اون شور انقلابی که مردم برای یک رهبر انقلاب دارن. خب توی تاریخ هم خیلی ها بودن که رهبران انقلاب بودن یا سخنگویان انقلاب بودن که دیدید که اقناعت نکردن، مثل گاندی، مثل مصدق، مثل ماندلا، مثل سالوادور آینده، مثل سوکارنو، واقعا نکردن، مثل دومو کنیاتا، مثلا لومونبا، ولی خب یه دهی هم خنت کردن مثل خمینی و دیگر کسایی که اومدن و مخصوصا تو رژیم شوروی در بعد از انقلاب 1905 و بعد از 1917 خب رو بودن و بردن و تبدیل کردن به حکومت دیکتاتوری. و بکنم این بلای اشمال مقبلی سر انقلاب مصر اومده و انقلاب مصر البته خودش باید تصحیح کنه، نمیشه گفت که دیگه تمام شده و بعد این انقلاب رفته. و این همت عالی و بالای این مردم و این جوانان و زنان هست که تونست که حرکت کنه و در حقیقت اونها بودن، مردم بودن. بعضی هم نگفتن رو که 20 ملیون تو خیابان ها بودن همه درش نیش، خب گردن می نه. خب ارتشی هم داره که ارتش مصر برخلاف ارتش های کشورهای دیگه مثل ارتش زمان شاهنشاهی خودمون یا ارتش های کشورهای دیگه که فرار میکنن، دیکتاتور دیگه که ارتش فاسدن فرار میکنن یا شقه میشن، خب یه ارتش مثل یک ارتشی هم هست که ارتش محبوبیه به خاطر اینکه هیچ سابقه بد تاریخی جز جنگیدن برای صحرای سینا، جنگیدن برای مصر، برای استقلال مصر، برای کانال سوئز نداره. ولی من موافق نیستم که این کودتا بود، این واقعا یک حرکت مردمی بود که ارتش بعد اومد و پیروی کرد. اما اگر اون حرکت ایجاد نمیشد محال بود که پیروز بشه و واقعا میشه گفت انقلاب دوم و به مراتب وسیع‌تر و عمیق‌تر از اون دیگری. من میخواستم ازتون بپرسم که آیا این واقعا یک کودتای نظامی بود یا اینکه این نظریه درست‌تره که مردم مصر در حال تمرین دموکراسی هستن؟ این نظریه چقدر درسته آقای خزایی؟ من 100% خانم وفاری با این نظریه دوم شما موافقم و اون این که این به حق یک حرکت بسیار 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 عمیق و گسترده به یک انقلاب واقعی بود که حتی قابل مقایسه با انقلاب‌های کشور دیگه توی منطقه نیست. 20 میلیون میگن آدم توی خیابونا بوده. خب این مردم این راه رو کوبوندن، بردن جلو و مشروعیت رژیمی که به هر حال با یک سری رأی اومده بود ولی بعد پشت کرده بود اسلامی بازی در می آورد. مثلا من خودم توی سمیناری چند وقت پیش توی نروژ، توی مجلس نروژ دعوت شده بودم. توی سمینار اتفاقا میز گردی بود راجع به مصر که دو نفر هم سخنان داشت، یکی سفیر نروژ در مصر بود، یکی من بودم. من هم خوب مطالعه کرده بودم همین قانون اساسی که تازگی ها خلاصه به زور چپوندن، یه سری آدم رو گذاشتن از این یخ آخوندی های نمیدونم اخوان مسلمین و سلفیست ها و تیپ های مثلا ملی مذهبی
طرفدار اونا هم آمدن یه قانون اساسی رو بدن که بذارن مردم با شبتکران پروفسور ها دانشگاهی ها بیان همین جوری دادن به خود مردم. و مثل این قانون اساسی ماده پنجش میگه که با قوانین باید بر اساس اسلام و قوانین اسلام باشه، بعدم این یه چیز کلیه، بعد میگه که علما و نمیدونم کسایی که علامه اسلام هم باید قضاوت کنن. یعنی شما بخوانید در همین قانون اساسی درسته که خیلی چیزا داره که از غرب کپی برداری کرده راجع به تفکیک قوا و حوزه مجری فقط، ولی در رأسش دقیقا راه رو برای شورای نگهبان باز گذاشته. کی قضاوت میکنه که این قانون مطابق اسلامه؟ خب کی قضاوت؟ بعد یه گروهی از علما، اونم کدوم علما؟ 100% الازهر که نمیاد که همشون آدمایی که فرحال واردن متفکرن. خب یه سری باز خود اخوان مسلمین و سلفی ها بر میخورن و بعد یه شورای نگهبان درست میکنن که هر قانونی که خلاف به قول این اسلام نباشه اینو رفت میکنن. یعنی بخوانید شورای نگهبان درسته. چرا ملت مصر 10%شون قبطی ها هستن، یعنی مسیحی هستن و بسیاری از مردم مصر بسیار روشن فکرن. شما بدونید که در جهان عرب بالاترین سطح تحصیلات و آگاهی رو مصری ها دارن، اول مصری ها دارن بعد فلسطینی ها دارن. یعنی ملتی هستن بسیار بیدار، بسیار آگاه، بسیار تحصیل کرده، طبقات دانشجو و روشن فکر خیلی بالاست. از اون برم خب به دلیل کم بوده دموکراسی و از بین بردن تمام نهادها، از اون من هم متاسفانه خب نیروهای ضد دموکراتیک و به قول اسلامیست به قول اونها روش میکنه. یعنی جامعه پولاریزه شده خانم غفاری، ولی طرفی که با مردم، طرفی که با انقلاب با دموکراسیه بسیار بسیار قدیتر، بسیار بسیار وزینتره. و از اینجا واقعا باید خانم مریم رجبی درود برسان. حالا میرسیم به اون آقای خزایی، اجازه بدین من یک موضوع دیگر رو میخواستم خدمتون مطرح کنم و اون اینکه خیلی ها میگن که مردم مصر یک شبه راه 100 ساله پیمودن، یعنی که عرض یک سال تونستن انقلابشون رو که داشت از مسیر اصلی خودش خارج میشد برگردوندن روی ریل دوباره. من فکر میکنم که همچون که شما هم اشاره کردید قشر روشنفکر جامعه مصر یکی از المنت های اصلی و حتی میشه گفت که سرنوشت ساز این پیروزی بود. درست میگم؟ کاملا من همین نظر دارم، چون به هر حال به دلیل همین موجی که در این کشور هست، این آگاهی که هست، این سطح تحصیلات هست و اینها به سرنوشت ملت ما و انقلاب ما دچار نشدن. چون اون زمان اگر تن باشه همه میدویدن میرفتن پای بی بی سی ببینیم راجع به انقلاب چی میگه. محدود بود یا سری روزنامه ها بود که همش افتاد دست خمینی و آیندگانی که مستقل می نوشت اون رو هم خمینی بست و دیگه مردم چیزی نداشتن، تمام رسانه ها و رادیو تلویزیون رو گرفتن. ولی اینجا در زمان امروز در این هزاره سوم شما می دونید که هر انسانی خودش یه رسانه است. میشینه یک جوان 16 ساله و با 100 هزار نفر در آن واحد پیام میده، پیام میگیره، تویتر میزنه و این واقعا این آگاهی و این رشد و این سطح واقعا همبستگی که بین جوانان هست محشره. من واقعا این انقلاب را ثمره جوانان و زنان میدونم و همین خاطر هست که این انقلاب پیروز بقید من شده. حالا افتخیز داره خانم مقداری؟ بله. از کردم چون ما سابقه دموکراسی نداریم، این اروپا حدود 200 سال شاید هم بیشتر شروع کرده به دموکراسی و پله پله ورسه انجمن به انجمن خشت به خشت اینو در طول 200 سال پارزی کردیم. ما هنوز باید فکر کنید که در 200 سال قبل اروپا هستیم. دقیقا حتی صد مشکل خواهد ایجاد خواهد شد. 100% اینها زمین نمیذارن این بنیادگره های رنگا رنگ که بعدشون لایت هن، بعدشون رگولر هن، بعدشون نمیدونم رنگاشون فرق میکنه، مزید ولی همه چون یک اجندا و یک واقعا فکر و هدف واقعی دارن. مهمه که میخوان حالا یه عده به صورت بسیار مشدد بیارن حکومت اسلامی، یه عده میخوان نرم و خزیده این کار رو بکنن. که من این قانون اساسی مصر کلیتان واقعا دیدم خیلی جاهاش داره خزیده میره توی حکومت اسلامی و خزیده توی شورای نگهبان و
و اینکه رئیس جمهور باید فلان باشه و مکان باشه، اسلام رو باید فلان کنه، در حالی که خب این چرا ما میگیم جدای دین از دولت؟ شما هر وقتی که داخلش کردی آلیاژ دین رو، دین رو وارد استیت و دولت کردید، دیگه پاتری اون دموکراسی به خدمت خونده است. درست. جناب خزای، پیروزی مردم مصر و در واقع پس گرفتن انقلابشون به نظر شما چه پیامی داره برای جنبش های آزادی خواه در منطقه و چه تأثیری داره بر کشورهای مثل عراق، سوریه و حتی خود ایران؟ من بسیار تأثیرش مثبت میدونم، علی رغم خونهایی که متأسفانه ریخته بشه و تلاطم و درگیری و نامنظمی و نابسامانی، اول یک پیام بسیار روشن میده به کسایی که مویسوار انقلابا میشن، کسانی که از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکنن، کسایی که از تنفر مردم از مثلا اسرائیل در رابطه با اون مشکل فلسطینی ها و اون دشمنی هایی که با اسرائیل تاریخی دارن موج سواری میکنن، به هر کسی که میخواد دیگه دموکراسی میگن آها این طرفدار اسرائیل، این در خط اسرائیل کار میکنه، در خط آمریکا کار میکنه، همون کاری که خمینی میکرد، میگفت که دموکراسی و لیبرالیسم و اینا همه در خط شیطان بزرگه. این رو مزمحل میکنه، این پیام روشن به این اسلامیستا و این خونندگرایی میده که درست اتفاقا علی رغم این که مردم مسلمانن اکثریت، دیدید که شما توی خیابونهای مصر فقط زنهای بی‌حجاب نبودن، حتما دیدید که بسیاری روسری دار و مسلمان علیه اخوان مسیحی و برای دموکراسی توی خیابونها بودن، باشون مصاحبه میشد. اینا همه با هم تلیعه بسیار درخشان و پیام روشنی است و اول به بنیادگراها که جای شما نیست، شما پوپولیست هستید، شما مویسوارید، شما از ناراحتی های مردم، از گرفتاری از بیسوادی توده ها دهاتی ها استفاده میکنه، همه کاری که رژیم میکنه، بسیجی میخواد درست کنید، نمیدونم جنبس حزب الله میخواد درست کنید، اما مردم آگاهن و شما رو نمیخواد. این یک موضوع. پیام دیگه که به همه ملت های منطقه میده اینه که علی رغم اینه که شما بعد از هر انقلابی ندارید نهاد دموکراتیک، ندارید انجمن، ندارید حزبای ریشه دار، ندارید خلاص انستیتوشن های محکمی که کشور و جامعه مدنی رو بسازه، ولی اگر وایسید، اگر محکم دست به دست هم بدید و کسی که اومده و میخواد آلترناتیو دیکتاتورهای سابق بشه جای اونا رو بگیره، اول علا حضرت ها هستن، بعد خمینی میاد، بعد نمیدونم قذافی میره، جنبش نمیدونم اسلامی میخواد بیاد، یا نمیدونم توی یمن حوثی ها میخوان بیان، یا توی نمیدونم سوریه یه دهی نمیدونم حکومت شرعی و تشرع میخوان. اگر شما با هم محکم باشی 100% پیروزی الان شماست، برای که این موج زود گذریه، اما طوری که موج ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم هیتلر و موسولینی و فرانکو با سوء استفاده از احساسات میهنی و ناسیونالیسم و زود گذر بود، آخر زود از تاریخ محو شد. اگر محکم باشید این موج به اصطلاح اسلام خواهی مثل همون ماچه های سرخ استالینی و پلپوتی و هیتلری و نبیدونم موسولینی و اینا هم میره و این موج هم محکوم به زوال تاریخی به دلیل آگاهی شما. اگر پشت هم بایشید، اگر جا نزنید، اگر نیان بگن که انقلاب نکنه چون مملکت تجزیه میشه، چیزا که ترسایی که یاد کنه تو دل مردم ایران میدازن، بله دفتران نمیدونم انقلاب نکنه چون بدتر میشه، یکی دیگه میاد بدتر میشه، از این حرفایی که رژیم هم تقویت میکنه که مردم رو برمانه از انقلاب و از جنبه. اینو خیلی به پاره نیک میدونم، اما معتقدم که این بهترین تحولیه که در بعد از سقوط دیوار برلن، اون امپراتوری دروغ و ریا و همش دیوار درست کنی که نمیدونی چی که بره بیرون از اون بهشتشون، هر کی میخواد از اون بهشتشون بره بیرون، از بالای برج تیر بارونش میکردن، میندفنش رو خونه خفش میکردن، این هم همینه، اینا هم میگذنن و ملت و آگاهی ملت سرانجام پیروز میشه و دموکراسی ها یواش یواش جا میگیره. دموکراسی خانم بخواری این یک بچه نوزاده، ببین کشورهایی که عرض کردم این باید زمین بخوره، باید رایت مقرارتن یاد میگیره، سرخک میگیره، تب میگیره، نمیدونم
باید از این مراحل بگذره و نذاره که فوت کنه به این بچه از دست بره. بلا هر چی که سرش میاد اگر نمیره از اون فشار و اون ضربه قوی ترش میکنه و مقدر و خلاصه پابرجاستر و قاطع‌تر راه تاریخ رو باز میکنه. جناب خزایی، همونجور که شما هم اشاره کردید، خانم رجوی طی پیامی پیروزی مردم مصر و سرنگون شدن حکومت محمد مرسی رو تبریک گفتن. ایشون در زمان سقوط حسنی مبارک اما پیامی نفرستادن. شما البته در مقاله جدیدتون به نام تبریک به تبریک مفصلا به این موضوع پرداختید، ولی میخواستم ازتون خواهش کنم برای ما بگید که خانم رجوی با این کار چه پیامی میخواستن بدن. من فکر میکنم این پیام بسیار 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 مؤثر و بسیار تاریخی و بسیار بجا و قاطع بود. چون واقعا هر چی بیشتر بهش فکر میکنم این دو سه روز میبینم که چه عقد قهرمانایی کردن. یک زن مسلمان پا میشه و اولین کسی است که علیه بنیادگرایی خزنده در کشور باستانی مصر موضع میگیره، هیچ حساب کتاب هم نمی کنه. ببینید اگه شما خوب خاطر داشته باشید که من دارید دو سه روز یه عده زیادی فقط نم تلویزیون ها نشسته بودن، این دو تا صحنه طرفداران انقلاب و طرفداران اخوان مسلم نگاه میکنن ببینن کی داره میبره. هنوز هم همین کارو دارن میکنن. بعد یکی به نر بزن، یکی به میخ، یکی گفتن که خوب نیست، حتی دولت آمریکا اعلام کرده که ما بودجه ارتش رو قطع میکنیم. خب میخواد یعنی دست ما تو این کار نیست، عیب نداره بذار آمریکا بگیر، چون مردم بدونن که آمریکا پشت قیام مردم نبود. آمریکا با غرب وقتی قیام میشه مثل انقلاب بهمن خودم، اون وقت میان به اون شاه میگن آقا ما سعی کم طور نگه داریم، CIA ما خود فدرالی مصدف کرد، بعدش خیلی کمک کردن، ولی الان طور مردم نمیخوام، من دیگه نمیخوام کار میکنم، برو. و این چیزیست که واقعا روی دارم. ولی کن دیدید که به حال باز یه عده حتی توی منطقه شقه شدن، یه عده تعریف میکن، یه عده نمیکن. اما خانم رجوی بدون هیچ گونه حساب داشتن و نمیدونم فکر کردن به اینکه چی خواهد شد، این اگه بگم چه تأثیری داره، بر اساس واقعا آرمان خودش، آرمان شورای ملی مقاومت، آرمان سازمان محوری که تابون استخوان علیه هر گونه حکومت مذهبی و دینی و دولت دینی و مذهبی است، این عکس و این کارش رو جانران کردن و این خیلی را گیج کرده. خیلی از اینها دیدم که همین امروزی که از این مقاله من یه انتقاد تعریف بودم جوابش رو دادم، حتی روی فیسبوک من هست و شاید هم توی رسانه های دیگه بیاد مثل هم بسیگی. یه سری اصلا گیج شدن، یه سری مثلا میگن که خب شما که مرسی رو شکستش رو تایید کردید، خب این کارم رژیم هم کرده، این کارم نمیدونم فلان کشور کرده، اسد کرده. اینا یک برخورد واقعا کاملا مکانیکی و یه مطلب تمثیلی که در زبانهای اروپایی بهش میگن لوجیک الگوریکال دارن که دو تا سه تا چیز رو کنار هم میذارن و شبیه سازی میکنن بدون که دینامیس به اینا رو چیز کنن. خب در زمان گذشته هم وقتی طالبان حکومت میکرد در افغانستان، اینا کاملا علیه رژیم خمینی بودن، چون سنیه، اونا سنی بنیادگران که شیعه بنیادگران متنفر هستن، اینا رو دین نمیدونن، مذهب نمیدونن، بهشون میگن رافضی. خب اونها هم یه زمان خیلی طرفدار سرنگونی رژیم خمینی و خامنه‌ای بودن، حتی لشکر کشیدن تو افغانستان. خب ما هم داشتیم میجنگیدیم و داریم میجنگیدیم. میشه گفت آها شما چون دوتاییتون ضد خمینی هستید، پس شما یکی هستید، پس شما نمیدونم یک کاسه اید. این منطقه واقعا خنده‌داریست، خیلی خنده‌دار و نشان از کم عمقی و واقعا تنکی دید این انسان‌ها رو میده، در حالی که خانم رجبی بر اساس ایدئولوژی به ویژه ایدئولوژی مجاهدین که بارها به عنوان واقعا فصل خطاب میگن مجاهدین که هر گونه، این اصلا جمله خودشون جمله ایدئولوژی میشه، هر گونه دولت مذهبی راه به فاشیسم میبره و تحکمدار یک مبارزه ضد بنیادگرایی، ضد دولت دینی هستن، همون کاری که
بسیاری در همین اروپا بعد از قرون وسطا کردن علیه ولی فقیه در پاپ باشه، مثل مارتین لوتر در آلمان، بنیانگذار لوتریسم و مذهب پروتستان. خب اینا متاسفانه با دید دینامیسی نگاه نمی کنن به تاریخ. من فکر می کنم خانم رجبی بسیار شجاعانه، بسیار بجا بود و من همیشه بهشون به خاطر این موضوع گروهشون تبریک هم گفت. امروز هم با یک مقاله تکمیلی پاسخ ایرادات وزیر رو دادم. آقای خزایی، آقای محمد الملکی یکی از پارلمانترهای مصری یکی دو روز پیش در گفتگویی با سیمای آزادی گفتن که من عین جملهشون رو براتون میخونم بعد سوالم رو مطرح میکنم. بله. ما در قیام ضد بنیادگرایی مصر از پایداری ضد ارتجاعی مقاومت ایران و از خانم رجوی الهام گرفتیم و بعد از شرکت در گردهمایی ویلپند یکسره در میدان تحریر قاهره ایستادگی کردیم. البته خب حمایت‌های دو جانبه ارتش آزاد سوریه و مقاومت ایران فکر نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشه، ولی من خودم نمی‌دونستم که مقاومت مصر و ایران تا این حد علیه بنیادگرایی در منطقه اتحاد نظر و عمل دارن. خب این ببینید، اصلا من برمیگردم به حتی خیلی بیشتر از این، قبل‌تر از این قضیه. بعد از اینکه جورج دبلیو بوش با کار کابویی سیاده این کشور عراق به هم ریخت و همه جا رو منحل کرد و ارتش و دولت و همه رو دو دستی تقدیم ولی فقیه ایران تهران کرد، ما دیدید که مجاهدین در اینجا یکی از بزرگترین ماموریت‌های تاریخی، سیاسی و انسانی رو داشتن. اونها تنها کسی بودن که با وجودی که شیعه هستن، وجودی که از جنس از نظر به هر حال مذهبی دینشون از جنس دین اکثریت مردم ایران و اکثریت مردم عراق، ولی اینها پیشتاز مبارزه علیه بنیادگرایی و نه تنها در ترویج عقاید دموکراتیک در اسلام بودن. دیدید که چقدر زنان و احزاب رو به اشرف دعوت میکردن، هزاران هزار مثلا دست میدادن بهشون، دست ضد بنیادگرایی، چقدر در تشکیل احزاب سیاسی اینا کمک کردن از نظر دموکراتیک، نه مثلا کارهای زیرزمینی، دموکراتیک به مردم حرف زدن، اعتماد به نفس کردن، به ویژه با زنان و جوانان. این یک کار مهم بود که کردن. کار مهم دیگرشون افشاگری بود. اونها حدود بیش از 30,000 اسم کد حقوقی و پولی رو، مثلا همین کاری که حزب الله الان میکنه، حزب شیطان، تمامش اینا کد حقوقی دارن، همه اینا جز پاسداران رژیم خمینی هستن. بودن ها میلیون در ماه اینا حقوق و مواجب میگیرن. همین کار رو هم در عراق کردن که اگر به خاطرم خوب بیاد 32,000 یا 34,000 نفر رو اینها رصد کردن و اسماشون رو خود حقوقشون رو دادن به دنیا، دادن به امریکایی هایی که نیوپیک و نزدیک بین شده بودن و بهشون گفتن شما دارید دو دستی تقدیم اخوندها میکنید و شد اینجوری هم شد. حالا میبینید که تمام دستگاه اطلاعاتیش مال رژیم، پلیسش خیلی رژیمی هستن، ارتشش ارتشی که نیروهای ویژه‌اش همه اونایی که داره بر مالکی هستن، خود نخست‌وزیر مالکیش دست نشانده رژیم ایرانه. خب مجاهدین همین کار خانم غفاری در همین سالها هم من شاهد هستم با نیروهای مترقی آزادی بخش و با جنبش ها و ارتش های آزاد بخش کردن و ضمن این که صریحا بشین گفتن مواظب دو چیز باشید، یکی توده های رژیم سابق، یکی باش سواران اسلامیست که میخوان بیان بروایان از بالا حکومت اسلامی درست کنن، دست برن و با برن و یک نوع بلایت فقیه در رو پیاده کنن. ضمن این که این خطکشی رو باشین کردن که من خودم شاهد بودم، چون در ملاقاته هم بودم، حتی در موقعی خود من نماینده مقامات بودم، رفتم ملاقات کردم با سران جنبش های آزادی بخش. خب در اونجا کامل پیام خانم رجوی و آقای رجوی و پیام این مقامات داده شده که ما با شما هستیم، ما همه امکانات و تجربیات و اطلاعاتمون رو در اختیار شما میذاریم، اما زنهار مواظب باشید که ملاخور نشید، انقلاب شما مثل انقلاب دیگه یک سری موج سوار نیان و بعد قبضه کنن و حکومت اسلامی به قول خودشون بزنن. ما واقعا گسترده خانم غفاری با اینا ارتباط داریم، برای همینه که واقعا دو طرفه به هم عشق می‌ورزیم به نیروهای آزادی خواه و
فرمید. شما دیدید که توی همین بلپن امسال خیلی بودن از سران ارتش آزادی بخش سوریه بودن، من خودم ملاقاتشون کردم، باشون گفت دادم و نمانده های مجلس فلسطین، اردن، بسیاری از مصر، آذربایجان، جمهوری آذربایجان، نمیدونم از افغانستان بودن، از پاکستان بودن، هند هم اومده، از هند هم اومده. یعنی این دارید تبدیل میشه به یه جنبش جهانی حول آزادی و حول خلاصه حقوق بشر و حول بنیادگرا زدایی از کشورهای مسلمان، چیزی که الان به جد مثل دوای واقعا درد بهش احتیاج هست. یعنی از تجربیات این مقاومت، از تجربیات بیویژه سازمان مجاهدین خلق در محور قرار گرفته به عنوان سازمان مسلمان پادزهر بنیادگرای استفاده کرد، چون متاسفانه یکی از نقایصی که توی این جنبش ها هست اینه که هر سازمانی که سر بالا میکنه و میاد رو، اینها ضرورتا همه بنیادگرا هستن، حالا با درجات مختلف، اصلا یکیشون رایت هستن، یکیشون نیمه لایت هستن، یه سیرشون رگولر هستن، ولی همهشون از یه جنسن، همهشون یه اجندا دارن، منتها اجنده هاشون راهشون تاکتیکشون مخواسته. اینها سازمانی ندارن مثل مجاهدین خلق که از زندانهای شاه بشه هم پیمان نیروهای مترقی، نیروهای چپ مترقی، ملی مترقی، مصدقی ها و خطکشی کنه با آخوندها و حکومت اسلامی با آن بیان بسیار شیبا و محوری حنیف نژاد که گفت خطکشی ما از بین خدا پرستیدن خدا نپرستن نیست، خطکشی ما بین سرکوبه سرکوشنده یا استثمانگر استثمان شونده. خب این نقص هست در کشورهای عربی، در کشورهای شمال آفریقا و فتا فردا هم در کشور دیگر اسلامی، هم میادون نشان تو پاکستان هست، هم میادون نشان توی متاسفان تو افغانستان هست. این نقص هست تا حدود زیادی هنوز هم در اندونزی هست. هر سازمانی که اومده بالا تو اندونزی جماعت الاسلامی بوده، با اون آخونده که به خاطر حکومت اسلامی بیاره بمب میذاشته توی بالی آدم میکشته. هنوز یک سازمان مترقی مجاهد که بیاد بگه که من پادزهر بنیادگرایی اسلامی هستم، من خودم نماز میکنم، خودم شعار اسلامی دارم، خودم تبون استخوان به قرآن و به محمد و به همه قدسین این دین و این قرآن گردن میزنم، اما تفسیر من از این دین تفسیری نیست که آخوندهای متجه فاشیست میکنن. تفسیر من از دین یعنی جدایی دین از دولت، یعنی اینکه کسی میتونه یک حزب درست کنه در یک ایران پلورالیستی و مبنی بر جدایی دین از دولت، اما این حزبش بر اساس ایدئولوژیش باشه، مثل دموکرات مسیحی های اروپا، مثل احزابی که در کشورهای دیگه هستن، توی آمریکا لاتین هستن، کشیش های مترقی هستن که حزب دسته دارن. این خیلی مهمه و این نقصیست در این چیزها در این کشورها که من خیلی خوشحالم که مجاهدین میتونن بر اساس تجربیاتی کسب کردن، بر اساس این همه علم دانشی که از جنبش ها کسب کردن، بتونن و میتونن و همین الان دارن میکنن همکاری کنن با هم دیگه با نیروهای آزادی بخش و ضد مدگرا که اینها راه ما رو نرن، چون ما متاسفانه خانم غفاری و دلایلی که براتون گفتم ما شدیم واقعا سوژه آزمایشگاهی بنیادگرایی. بله جناب خزائی، به نظر شما اون چه که امروز در مصر میگذره میتونیم بگیم تقلاهای آخر بنیادگرایی در منطقه هست؟ 100% حرف شما درسته. البته به دلایلی که بعدن عرض کردم که گفتم مجاهدین مجاهد نرن، یک سازمانی مثل مجاهدین خرد ندارن که به نام اسلام وایسه و یه دهنشون بزنه، همون کاری که مارتین لوتر کرد در دوران مسئله فقیه بزرگ که پاپ لوی پنجم بود. به این دلیل نباید، البته افتخی زیاد هست، البته خطرات هست و اینها پشت به دیوار زخمی ممکنه فردا کار تروریستی هم بکنن، ممکنه فردا القاعده هم بیاد وسطشون و بمب بزنن و از این کارا بکنن، اما خب این یه بهایی است که متأسفانه باید تو تاریخ فردا باید مردم با هم دیگه محکم وایسن، نیروهای مترقی از همه رنگ و از همه ایدئولوژی، چه مسیحیشون، چه مسلمانشون، چه هومانیستاشون، چپشون، چه راستشون، چه میانهشون، پشت هم، دست دست هم جلو اینا وایسن، اینا از بین خواهم رفت.
منطقه خب افتخیز داره و من امیدوارم که این خونریزی ها و این افتخیز ها چندان نشه که صدمات زیادی به ملت بزرگ مصر و ملت های واقعا به هر سال خاورمیانه بزنه. جناب خزایی، از وقت گرانبهاتون که در اختیار ایراوا گذاشتید بسیار ممنونم و همینطور توضیحات مفیدی که دادید. امیدوارم که به زودی شاهد پیروزی انقلاب مردم ایران برای آزادی و برقراری دموکراسی در کشورمون باشیم. من هم خانم غفاری همیشه بسیار خوشحالم که با شما و این رادیو بسیار خوبتون صحبت میکنم و در شما هستم و به شما هم خسته نباشید میگم در راه خوبی که انتخاب کردید و در اطلاع رسانی به مردم عزیزمان ایران و به ویژه هموطنان خارج کشور. بلادي لك حبي